یه پیرزن تو اتوبوس بوده، بلند میشه میگه نینای نای نینای نای، همه دست میزنن شادی میکنن، بعد دندون مصنوعیشو میذاره دهنش میگه نیاوران نگهدار. اینو شنیده بودم ولی خیلی خوب بود، باز خندم گرفت. سلام، دوستان مهدی جان هستم، به کانال من خیلی خوش اومدید. سیزن 2 رو با یک ویدیو فوق العاده سمی کامنت گپی میخوایم شروع کنیم. خودم میدونم که ویدیو جی جی گذاشتم درست میشه، اون ویدیو رو گذاشتم چون این ویدیو آماده نشده بود. آقا یه لحظه وایس، اینجا چقدر تغییر کرده. حالا تو اینجا چی کار میکنی سمیه؟ آقا دونیت آف استریم لای ویدیو. بابا کارن مرسی برای 5000 تومن. سلام ایدی اچ نفس دارم برای تن شده اون اومدم حال بپرسم، هر چند نمیتونی جواب بدی ولی بازم پرچم ناموفقی رو در یوتیوب بالا ببر. سر درس بودی عزیز، راستی مهدی ویدیو امروز عالی بود. آره سر درسم کاره. تو اینجا چی کار میکنی؟ داره بهت خوش میگذره. که دهلایه الکی ادا خوش نگذشته ها رو در نیار. خب دوستان، ویدیو امشب یه چالش نخندیدم با مجازات دونیت استریمره و امشب دوباره آتیش زدم به مالم. برای هر خنده، حتی لبخند اینجوری، 15000 تومان دونیت میکنیم، همه رو آخر جمع میکنیم یه جا و به یکی از استریمرهای زیاد شناخته نشده دونیت میکنیم که حمایتش کرده باشه. تا به حال چالش نخندیدم با بیمزه ترین و سم ترین جوک های دنیا دیدید؟ منم ندیدم. بریم که داشته باشیم. آقا قبلش رو ویدیو تا یادتون رفته سابسکرایب کنیم و اگه دوست داریم ویدیوهای این سبکی بیشتر باشه حتما لایک و بتره کنیم. عاشق این جوک های بیمزه شدم، مثلا اینکه ماهیا خارشونو چی صدا میکنن؟ آبزی. خوب بود، استارتمون خوب بود. طرف دستشو میکنه تو بوتون، بوتونه میگه نتون. ببین به جوونیم رهنمی کردم، با این رگمو میزدم. نونها وقتی 18 سالشو میشه چی میشن؟ به سن جانونی میرسن. جانونی. یک بار خندیدم 15000 تومان. تو قایم شهر همیشه زل مقابلشون وتره. بزغاله ها وقتی ناراحت میشن صداشون بزغالود میشه. درستش چی بود؟ بغزالود. یه میمون مز زیاد خورد، آخرش چی شد؟ اوبرمز کرد. اینو دوست داشتم، خیلی خوب بود. دوبار وقتی لوله ها به هم میرسن میگن نشتی هستی. تو میتونی مهدی، نخند. آخه عکس پایینش رو ببین. الان من به عکس خندیدن اینو باید بنویسم؟ سه لعنت به این زندگی بشه. میدونستی چرا کیبورد زیاد کار میکنن؟ چون دوتا شیفت دارن. حاجی IQ 4000. ایول خیلی خوب بود، نخندیدم. ولی میدونی خرسه وقتی میخوان هایی بشن چی میکشن؟ پول، چون پول علف خرسه. چرا نفهمیدم چی شد؟ پول علف خرسه. حاجی من نفهمیدم، یعنی دوزاری من کجه یا اینکه این واقعا سخته یه ذره؟ نمیدونم، اینو توی کامنت حتما بنویسید چی شد، من واقعا نفهمیدم. آقا اینا مهم نبود، مهم کامنت های شما. بریم اونا رو بخونیم. فقط قبل اینکه کامنت های شما رو بخونم یه چیز میخواستم بهتون بگم. اگه توی اینستاگرام دارید این ویدیو رو میبینید لطفا همینجا پاز کنید و ادامه ویدیو رو از یوتیوب ببینید که هم از من حمایت کرده باشید، هم یوتیوبمون بره بالاتر و هم انرژی به من داده باشید. عشق منید. بریم. میدونی وقتی هات چاکلت میره مکه بهش میگن هات چاکلت؟ مسخره. لایک میکنم اینو. یه روز یه آهنگ زنگ میزنه فرار میکنه. چرا مهرداد داریم ولی مهرجیغ نداریم؟ یه روز یه غول میره مشهد میشه مشغول. وقتی دوتا فلش مموری میرن رستوران میدونی چی سفارش میدن؟ شیش گیگ. چهار بار تا الان. میدونین اگه مشکلتون حل نشه چی میشه؟ قطعا تهنشین میشه. یه روز چند تا سلول جلسه میذارم برگزار نمیشه، مولکولش میکنم به هفته بعد. بابا خنده دار نبود، خیلی بیمزه بود. چرا خندیدم؟ چی بود؟ مکولش میکنن؟ پنج بابا. اه یارو بی هوا میره تو اتاق خفه میشه. قطاره گم میشه میره در خونه، یکی زنگ میزنه میگن کیه؟ میگه واگن. خیلی خوب بود، وای واگن. یه روز یه بامیه به باباش میگه برم بیرون، باباش میگه برو ولی زول بیا. میدونستین اگه حیوانات نادر رو بکشیم چی میشه؟ نادر ناراحت میشه. این قدیمیه، لاقل به این نخند. یه نفر حال میره از پذیرایی در میاد. No, God! یه روز یه لیمو با مامانش میره بیرون وسط را میگه مامان آب لیمو دارم. یه روز دوتا سیدی داشتن دعوا میکردن یه فلاپی رد میشه میگه واقعا که فرمت ها از بین رفته. خیلی خوبه. هفت. وای نباید بخندم دیگه. مختره فلشو میخوان بذارن تو قبر نمیره، از اون وریش میکنن میره. این که فلش رو میکنی تو نمیره، بعد اینوری میکنی باز نمیره، بعد اینوری دوباره میکنی میره. خیلی عجیبه. میدونی چرا زنبرا گل میخورن؟ چون دروازه بان ندارن. واقعا ایه ایه.
یه روز یه مرد تو خیابون آینه پیدا میکنه، وقتی بلندش میکنه تاثیر خودش میفته و میگه ببخشید این آینه مال شماست. حاجی سطح جوک ایران رو واقعا اینقدر نیارید پایین. میدونین به ماهی که وکالت میخونه چی میگن؟ فیش حقوقی. چقدر من تباهم که به دونه دونش خندیدم. نمیدونی من اوزام چقدر خیت. همیشه دوست داشتم 8 پاشم ولی حیف که صبح باید 7 پاشم. اینو من تو یک موزیکی شنیدم. اگه میدونین اون موزیکو کامنت کنید حتما. یه روزی دو نفر میرن کافه، یکی موهیتو سفارش میده و یکی مساحتو. موهیتو. خیلی خوب بود وای. میدونین اگه آسفالت ناراحت بشه چی میگه؟ میگه به قیرم. بی مزه ها با مزه ترن. جوکای بی مزه همیشه من خیلی بیشتر حال میده، نمیدونم چرا. کشورها وقتی تعجب میکنن میگن حاجی شهرام. یعنی چی شهرام؟ شهرهام. خیلی خوب بود وای. یه نفر یه بار رفت مشهد، دو بار رفت قم، بهش میگن مشقوم قمه. میدونستی چرا ماهیا با هم ازدواج میکنن؟ چون پولکیان. یه روز دوتا خورما دعواشون میشه، این یکی میزنه نخل اون یکی رو در میاره. بیمزم خودتونی. یه نفر تو دست رفقش یه نارنجک میبینه، میگن نه کنداد الان میتری که، میگه عیب نداره یکی دیگه تو جیبم دارم. وای از اون جوکای دهه 70 بودین. میدونستین خودکاری که افسرده میشه میره پیش روان نویس؟ میدونی اگه یه روز تلویزیون روشن نشه باید چیکار کنیم؟ باید بزنیم کانال 2 هول بدیم. یه روز دوتا گوجه دعواش میشه، بعد یه گوجه سبز میاد وسطشون، بهش میگن سید تو برو کنار دخالت نکن. چرا این تخم مرغایی که دو زرد میشن قرمز نمیگیرن اخراجشن؟ بیمزه. اه پیرزنی میره اسرائیل، اینور نگاه میکنه میبینه صهیو نیست، اونور نگاه میکنه میبینه صهیو هست. صهیو هست یعنی چی؟ پرتغالا چیزای مهموناشونو میذارن تو کیف تامسونشون. دوتا سوسک عروسی میکنن محصل میرن دستشویی. اه اه جوک بیمزه ده هفتادی. دوتا خورما با هم عروسی میکنن محصل میرن بهش زهرا. توی عروسی طرف میپرسه داماد کجاست؟ بهش میگن دعوت نشدم. آخه این الکلو بزنم تو چشمام همینجا بمیرم؟ چرا فیل نمیره سربازی؟ چون کف پاش صافه. ایه ایه ایه. میدونستین اسلحه ها میرن پادگان چیکار میکنن؟ رو هم کلاش میزنن. حاجی بعضی از جوکا خیلی خوبن، یعنی آیکیو 2000 نوشتتشون. یه پیرزن تو اتوبوس بوده، بلند میشه میگه نینای نای نینای نای، همه دست میزنن شادی میکنن، بعد دندون مصنوعیشو میذاره دهنش میگه نیاوران نگهدار. اینو شنیده بودم ولی خیلی خوب بود، باز خندم گرفت. نینای نینای 12 بار وای حاجی خیلی شد. به مرز ورشکستگی رسیدیم دیگه، نخونیم بهتره. خب دوستان حالا که صحبت از جوکای بیمزه است، نمیشه که از خدای جوکای بیمزه آقای ایرج ملکی بگذریم و به جوکش گوش ندیم. آه گفتن لطیفه، خب یک لطیفه میگم. طرف میره دکتر، دکتر اونو که میبینه میگه آقا جون چی شده؟ چرا صورت رو آشولاش کردی؟ بعد بیمار در جواب میگه هیچی آی دکتر، داشتم اتو میکردم تلفن زنگ زد برداشتم. خب میدارم که بپسندی. گفتن لطیفه، چون زیاد درخواستیدم هست، من لطیفه خدمتشون. کی درخواست لطیفه میکنه از این طرف؟ اگه به این لطیفه بخندم 200,000 تومن بیشتر دونیت میکنم. در حال خوردن انگور اونتا، انگور رو دونه دونه نمیخور، خوشه انگور رو میکردی دنش رو چوبش رو در میارد میداختی. بعد یکی رسید بهش گفت آقا جون چرا انگور رو اینطوری میخوری؟ گفت پس چجوری میخورن؟ گفت انگور رو دونه دونه اینطوری 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 میخورن. گفت برو بابا، اونی که اونجوری اینجوری اونجوری اونجوری میخورن هلوه. خدا من از ارتفاع میندازم پایین. آقا به نظر من آقای ایرج ملکی با جوکاش سطح طنز ایران رو 6 لول به تنهایی آورده پایین و از این بابت من بهش تبریک میگم، واقعا خیلی بیمزه است. اونایی که میگن یک ویدیو مخصوص ریاکت به جوکای آقای ایرج ملکی بذاریم، سری برن تو کامنت بنویسن بله میشه 180,000 تومان بریم به یکی از استریمرها دونیت بزنیم و حمایت بکنیم ازش با این مبلغ. ببینیم کی اینجاست. خب دوستان یه کاری میکنیم، 4 نفر رو انتخاب میکنیم، به هر 4 تاشون یه جوک بیمزه میفرستیم، هر
کدوم خندید بقیه مبلغ رو به اون میزنیم. خب یکیشو انتخاب کردیم، یکم این داداشمو انتخاب میکنم، یکیشم این داداشمو انتخاب میکنم. چقدر استریمر زیاد شده، لتس گو. خیلی خوبه، این واقعا خیلی خوبه که این همه استریمر داریم. جامعه استریمینگ داره واقعا بزرگ میشه. ایول از همین آدرسی که اینجا الان داره واسهتون رد میشه توییچ منم فالو کنید، اینم این داداشمونو بزنید. خب بریم برای هر چهار تا استریمر جوک بیمزه رو بگیم ببینیم کدوم میخنده. خندید که خوب بخند. از کجا فهمی؟ چیکار دارن میکنن؟ داستان چیه؟ آقا از بقیه استریمر رو عذرخواهی میکنم، خندید. نباید میخندید. ای بابا. آقا بریم بقیه دونیتو بزنیم. میشه به دونیت منم یه ریاکت ریز بکنیم من گمشم برم؟ اصلا چون خندیدیم سر آقا تو دونیت. اینه چرا اینجور ردی هن؟ خیلی خوبن. میخواد جوک بیمزه بگی بچه ها؟ میدونی؟ چکار رو میکنم؟ اگه خب اگه یه رستوران گیاه خارا بسوزه چی میشه؟ چی میشه خب؟ بگو بقیه شو. بگو بقیه شو. چی میشه چت؟ کی میدونه جوابشو؟ وای چت نگفت. اگه شما میدونید بگید جوابشو، شب نمیتونم بخوابم. نه برگا میسوزن؟ خب دوستان من خودم توی ذهنم یه جوک فوق‌العاده خفن دارم که از بچگی فقط این تو ذهنم مونده ولی خیلی بیمزه است و توی همین کاتگوری جا میگیره. ولی قبل اینکه اونو بگم برید لایک بکنید، سابسکرایب بکنید. من میگم و میرم چون خیلی خیت، اگه بگم نمیتونم چه چارتون نگاه کنم. یارو خودکارش تموم میشه ترک تحصیل میکنه. خدا